اولین ها رو همیشه کسانی به دست میارن که موقع ناامیدی بقیه به خودشون ایمان دارن. سال 1956 وقتی همه فکر میکردن امام علی حبیبی شانسی برای شکست دادن بستایوف نداره، اون روی تشک رفت و با ضربه فنی کردن حریف اولین طلای تاریخ المپیک ایران رو به دست آورد. مسیری که تختی اون رو ادامه داد و از همون زمان کشتی تبدیل به امید اول ورزش ایران شد. حرکات ببرها رو موقع شکار نمیشه پیش بینی کرد. اولین کسی که لقب ببر مازندران رو گرفت، رو تشک همینطوری حریفاش رو شکار میکرد. حبیبی فنون اولیه رو بلد بود و با اختراع فنهای جدید برای حریفاش غیر قابل پیش بینی باقی میموند. از دوران سربازی و اولین پیروزی تا آخرین مسابقه با طلای جهان کسی نتونست دست اونو بخونه. بعد از انقراض ببر جنگل‌های مازندران، حبیبی اولین نمونه از نسل تازه اونها بود. ببرهایی که تشک‌های کشتی رو از جنگل‌های هیرکانی خطرناک‌تر کردند.